درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، ششم از ماه آوریل سال 2009 میلادی. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم از ساعت 11:30 تا 1 بعد از ظهر به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستیم. در باب مغالطات صحبت میکنیم. مدتی است و همونطور که عرض کردم بسیار مهم است که ما زبان رو از مغالطات پاک کنیم، ذهن رو پاک کنیم از مغالطات. امروز هم در واقع قرار نبود که برنامه باشد، به جهت گرفتاری مالی مهندس شجره در تلویزیون پارس قرار بود که یک سره دوستان بشینند و فانریزین کنند. من ازشون خواهش کردم که برنامه باشد و در باب فانریزینگ هم صحبت بشود. در نیم ساعت آخر در با آقای حسین فرجی، دوست بسیار عزیزم، صحبت میکنیم. اما من واقعا بسیار متاسفم که یک آدم نجیب مثل آقای شجره دو ماه یک بار، سه ماه یک بار دوچار مشکلی بشود که بعد مجبور بشوند برنامه ها قطع بشه و از هموطنان بخواهند که کمک بشه. یک مطلب دیگری که خواستم عرض کنم این هست که ما در این زندگی مدنی که داریم یک تکالیفی هست که عدم انجامش غیر قانونی نیست، ولی یک وظیفه واقعا اخلاقی است که اگر ما یک برنامه‌ای هست، تلویزیونی هست، یک سرویسی هست که ما استفاده می‌کنیم، اینا هیچ کاری در جهان مفت و مجانی نیست. یک آدمی آمده است مدت 10-12 سال عمرش رو گذاشته و نمی‌دونم 30-40 سال سابقه مهندسیش رو در همین زمینه رادیو تلویزیون، چون تخصص اوست، دوست دارد این آقا شجره این داستان رو و کار بسیار پردردسر و پرگرفتاری است. باور کنید بسیار کار مشکلی است. یعنی به معنی اینکه بنده یک چیزی بگویم یک عده خوششان نیاد، تلفن ها و ناسزاها به بنده شجر. در برنامه صبح کسی یک چیزی میگوید به مزاق عده خوش نمیآید، گرفتاری ها برای آقای شجر است و ماهی نمیدونم، من هرگز نپرسیدم، حدس میزنم حدود ماهی 100 هزار دلار خرج این تلویزیون باید باشد و با این 10 دلار 20 دلار ها و اینها خیلی کار مشکل هست، خیلی کار مشکل هست در واقع. و برمیگردم به این داستان وظیفه اخلاقی. در این آمریکا بعضی تلویزیون‌ها هستن که اینها کارهای فرهنگی میکنن، بسیارن، حتما همتن آشنا هستن، مردم کمک میکنن که اینا از کنن بتوانن کار خودشون رو ادامه. خیلی مشکل است. 1, 2, 3, 4 100,000 دلار، 1, 2, 3, 4 100,000 دلار، یعنی هر ماه بخواه 100,000 دلار دادن خیلی کار سختی است. واقعا من تعجب میکنم از این مسئولیتی که قبول میکنن و تلویزیون باز میکنن و عرض میکنن با این وضعیت مشکل. و به من میگفتن که حالا باید بیمارستان باشن، پول قرض میکنن بذارن که نمیدونم هاتوردشون قطع نشه و از اینجور داستانها. شنیدنش منو متاسف میکنه و بهشون گفتم شما بهتر هست از هموطنان تقاضا کنید تعداد زیاد، مبالغ کم که به کسی فشاری وارد نشود و به صورت عرض کنم که حق اشتراک باشد برای تلویزیون پارس. این است که با اینکه بنده در این کارش مهارتی ندارم و هرگز وارد این قضایا نبودم برای فان ریزینگ و این اصلا کار من نیست، بلد نیستم، به قول معروف مهارتی در این کار ابدا ندارم. بهشونم گفتم آقای شجره من بلد نیستم و در این سالها که بوده هرگز نبودم در این برنامه ها، اما حداقل میتوانم با هموطنان صحبت کنم و ترغیب بکنم هموطنان رو که کمک بکنن به تلویزیون پارس تا این صدا قطع نشود. ایراد بعض هموطنان این از زمین میزنن که آقا این تلویزیون در بعض ساعاتش یه چیزهایی گفته میشه که حقیقت نداره یا چنین. من مطمئن هستم در باب برنامه هم همین است. اتفاقا من فکر نمی کنم این زیانبار هست، فکر می کنم این مفید هست. یعنی ما که شاگرد عرض کنم که جان استوارت میل هستیم، عرض می شود که سخن او رو فراموش نمی کنیم که اگر یک سخن نادرستی هم حتی گفته بشود این باز به حال جامعه مفید هست، به لحاظ این که این سخن نادرست درست رو یا سخن راست رو درخشان تر نشون می ده. بنابراین اگر شما سخن شنید که گمان بردید که سخن نادرستید نادرستی است، از کنم که تصور نفرمایید که تلویزیون کار خودش درست انجام نمیده. هر کسی داره عقیده خود هست و از یک موضعی حرکت میکنه به انگیزه ای، اما بر روی هم من تصور میکنم که این صدا همه باید باشد و تأثیر اینها بسیار مهم بوده است، حداقل در نوع برخورد ما با مسائل. من این مطلب رو با آقای مهری گفتم در موقعی که فانزین کردم برای رادیو صدای ایران، که در اون روزگاران نخستین که نخستین
هر سبت که این رسانه ها بود، برخورد هموطنان در برابر عقیده مخالف خیلی تند بود، گاهی با فحش های رکیک بود، گاهی با خشم و خروش و اینها. به جهتی ما این تمرین رو نداشتیم که تحمل داشته باشیم. این رسانه ها حداقل عرض کنم که این ملایمت رو ایجاد کردن و این تساهل رو که در برخورد و عقیده مخالف لازم نیست ما دشمن باشیم و خشم و خروش و دشنام بدهیم، عقیده خود رو ابراز میکنیم، نترسیم. جامعه داره اون مقدار خرد نهفته در خیش هست که قضاوت درست بکنن. بنابراین هرگز نترسیم که یک کسی صحبتی گفت آه جامعه کلن گمراه شد، آقا این بنیاد فلان سیستم رو کند با دو تا کلمه. اینجور نیست، واقعا اینطور نیست. این است که این خرد جمعی جامعه قضاوت خودش رو میکند. این است که من امروز اینجا نشستم برای اجرای برنامه، یک مطالبی هم خواهیم گفت، اما بر این هستم که عرض کنم یک مرد صادقی مثل مهندس شجری، بچه ها خیلی صادق هستن. این آقای پارسا رو من میتونم بگم 9 سال پیش دیدم و سلام علیک کردیم. این مرد عرض کنم که لور به قول معروف. آقای پارسا چه میکنی؟ گفت بعضی تلویزیون خوب نیست اما من میسازم، اینجا هستم و کمک میکنم به شجره. صحبت سوده ساعت 9 سال پیش، 8 سال پیش، و سایر دوستانی که هستن بچه های که اونجا کار میکنن هم با صداقت. و ما خدمتتون عرض کنم که خرج امیر شجره بسیار بالاست، یعنی کم و کاستی در کار نمیگذارد. برای خدمت گفتم این بچه های که اونجا کار میکنن چندین خانم اونجا کار میکنن، به مردم پاسخ میدن، همیشه راضی، همیشه خندان. من هرگز ندیدم که یکی کسی شکایت بکنه که آقا این هفته ما حقوقمون رو نگرفتیم یا آقای شجره اینطور برخورد کرده، حالی که خب دیده بودیم از این جریان و ماجرا. بر روی هم من فکر میکنم که این تلویزیون پارس رفته رفته دارد به یک مؤسسه خوب عرض کنم که ملی تبدیل میشود، از نظر خدماتی که انجام میده و بچه‌هایی که هستن مطمئن هستن برنامه‌های بهتری هم در راه خواهد بود. و امروز که روز فاندریزینگ گذاشته از مهندس شجره، انتظار ایشان این هست که کمک بکنند و بهترین کمک این هست که دائم باشد، هر چقدر کم باشد اشکالی نداره. این بهتر از این هست که یک کسی پیدا بشه و یک مبلغ بالا پرداخت بکند و قطع بشه. این درست نیست. من فکر می‌کنم بهترین راه برای تداوم کار این هست که مبلغ کم آبونمان که ماهانه بتواند این مرد حساب بکند به مخارجش. و به من میگفتن اگر که هموطنانی باشن مثلا 1000 نفر ماهی 30 دلار، میگفتن من بقیه قضایای کمرشال رو قطع خواهم کرد و برنامه های خوب خواهم گذاشت. این از که نیت برای خدمت بوده و کار بهتر. گرفتاری مالی هم بسیار هست در این دنیای از کنن که سرمایه داری، همه چیز رو باید خرید. در واقع در این آمریکا شما بهداشت رو میخرید، تعلیم و تربیت رو میخرید، همه چیز رو میخرید و یک ثانیه هم دیر بشود اینا این حرفا حالیشون نیست که آقا من برام به مملکتم خدمت میکنم، اینا قطع میکنن. نمیدونم اجاره خانه دیر بشود میاندازن بیرون مطابق قانون. این است که در اینجا مطالب عرض کنم که به وجه دیگری است. فکر میکنم همه جای دنیا همینطور باشه. این است که عرض شود که با این مخارج سنگین و گرفتاری هاتبرد و غیره و اینها، اگر من مطمئن هستم اگر که امیر شجره مجبور نبود حتما این کار رو نمی کرد. با یک اکراه زیادی، حتی دفعه قبلم به منده می گفتن که نمیدونم کار رو بکنیم، ما خجالت میکشیم، ما این کارا رو نکردیم، انقدر از این کارها شده که آدم خجالت میکشه، از اینجور عبارات مرتب بر زبانش میرفت. و امروز همونطوری گفتم به من میگفتن چند ثانیه پیش که چند دقیقه پیش که رفتن و پولی تهیه کردن برای اینکه هاتبر بر جای بماند. خب اجازه فرمایید که یک غزل برای شما بخوانم. مجدد ما اشاره خواهیم کرد به این داستان و با دوست گرامی آقای فرجی هم صحبت میکنیم. یک غزلی میخوانم برای شما که هرگز نخوندم این غزل رو، شرط می‌بندم با اون دوستی که در خراسان نشسته و مطالب رو دنبال می‌کند، شرط می‌بندم که نخوندم. خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری. اون کس که افتاد خدایش گرفت دست، گو بر تو با تا غم افتادگان خوری. در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری.
ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی، تا یک دم از دلم غم دنیا به در بری. در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است، اون به کز این گریوه سبکبار بگذری. سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و تخت، درویش و امن خاطر و کنج قلندری. یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری. نیل مراد بر حسب فکر و همت است، از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری. حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی، کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری. گریوه چه واژه زیبایی هم است، که از این اون به از این گریوه سبکبار بگذر. گریوه پشته کوتاه، تپه کوتاه، گریوه. بله، یک لغتی هم پیش آمد روز چهارشنبه، یکی پرسید آقا کتبان به چه معنی است. من همچی ترکیبی رو بنده در زبان فارسی ندیده بودم، واقعا شنیده بودم بعضی این دوستان باستانگرا بعضی میگن کتبان، مثلا نمیدونم جعفر مثلا. کد هر شبت که به معنای خانه هست، کدبانه به معنی بانوی خانه، کد خدای یعنی صاحب خانه. و این کد خدا که خدمتتون عرض کردم، کسی که ازدواج هم میکرد میگفتن کد خدا شده. دوستی به شوخی گفته است چو تیره شود مرد را روزگار، شود کد خدایی کند اختیار. یعنی وقتی به بدبخت میشه میره زن بگیره. بله، کد خدای. و بعد هر شبت که دوست مازندرانی زنگ زدن گفتن که ما در مازندران میگوییم گت آقا. گت یعنی بزرگ، آقا یعنی آقا، یعنی آقا بزرگ، یعنی بابا بزرگ. و حدث ایشان بود که ممکن است این گت از کنن که گاف به کاف و ته به دال تبدیل شده شده کد. خب این هم یک نظری است، اما تا اونجایی که ما دیدیم کد به معنی خانه هست. کد بانو یعنی بانوی خانه. بله، داشتم نگاه میکردم در این کار مقالطات که دارم اینا رو جمع آوری میکنم و اگه بشود اینا رو روبراه بکنیم، برخورد کردم به یک علم جدید به نام لینگویستیک دیترمینیزم. این یک علم جدیدی است و یکی از فیلسوفان بسیار مهم به نام آقای ویتکنشتین که این شاگردان راسل هست، حرفهای خیلی مهم میزده و بعد روانشناسان دنبال قضیه رو گرفتن. این لینگویستیک دیترمینیزم عبارت از این هست که میگوید لغات فکر انسان رو میسازن، و ویتکنشتین میگوید که دنیای من به اندازه لغات است که میدانم. و این سخن درستی است. در واقع شما اگر وارد یک دهی بشوید که یک زندگی ساده است، ببینید که این اهل ده با 100 تا لغت زندگی میکنن، با پدیده ها آشنایی ندارن، چون پدیده نیست، لغتش هم نیست، با زمین و هوا و نمیدونم امور کشاورزی و این چیزا با 100-150 تا لغت اینا زندگی میکنن. و اصلا که یک آزمونی هم کردن روانشناسان، رفتن در برزیل، در اونجا دیدن که یه قبیله هستن، یکو میشناسن، دو رو میشناسن، بیشتر از یه رو نمیشناسن. دیگه میگن چند تا، یعنی وقتی شما 4 تا چوب پشت سرم بذارید میگوید 1-2-1-2. میگوید اینا چند تاست؟ اینا چه تعدادیست؟ میگوید چند تاست، ولی یکو دو رو میشناسه، بیشترش رو نمیشناسه. خیلی مطلب جالبیست. و وقتی نگاه کنیم به این مصطلحات، و انسان وقتی که بخواد عرض کنم که گسترش پیدا بکنه جامعه و جامعه آزاد باشد برای کاوش، اون موقع است که پدیده های جدید ابداع میکنه، و چون نیازمند اون پدیده هاست اونها رو میسازه و برای اونها لغت میسازه. در تمام دو قرون وسطا که عرض کنم که دوران سیاه اروپا هست، دوران آخوندی مثل دوران امروز ما، لغت جدیدی ساخته نشده. واقعا اینا تکرار لغات گذشتگان هست. حتی در این حوزه های درسی و از کنن دانشگاه و اینها هیچ مصطلحات جدید نیامد، چون پدیدش نبود، جامعه ایستا بود. از عهد رنسانس هست که دوباره مصطلحات جدید ساخته میشه، و امروز مصطلحات و لغات جدید به سرعت ساخته میشود، به وجهی که بعد از 2-3 سال این دیکشنری ها ابسولیت میشه، به درد نمیخوره، باید بندازیم دو،
چون لغاتی جدید آمده و این راه رو ذهن ما، ذهن بنده کشید به این ذهنیت آخوند و عرض کنم که این فضای ذهنیت شیعه. ببینید چه دنیایی است این دنیا، چه دنیای عرض شود که خرافی موهومی است، تمام لغاتش به موهومات راه دارد. بنابراین ذهنیت ما رو میتواند موهوم بکند، مهمل و موهوم. اللهم دین یکیش مثلا فرض چاه، ته چاه، آقا نجات شما در ته چاه، آتش جهنم، چاه ویل، گرز نکیر و منکر، فشار قبر، اژدهای هفت‌سر جهنم، اجنه. یعنی شما هیچ لغتی نیست در این فرهنگ که به یک معرفتی، یعنی به یک امر حقیقی راهبر باشه. اینا همش امور موهوم هستن، امور موهوم. دیشب در این آخوند محترمی نشسته بود، یه بدبختی رو آورده بود، این عرض کنم که ای پادشاه خوبان داد از همه تنهایی، که حافظ بیچاره رباب شاه شجاع گفته، این آورده بود میخوند، یعنی آقا حافظ برای امام زمان گفته، عجل الله تعالی فرجه شریف، خنده آوره، ننگ آوره واقعا. بعد میپرسه آقا این امام زمان چرا ظهور نمیکنه؟ میگو که خواهد ظهور کنه 313 تا آدم خوب لازم داره، نیست 313 تا، یک نیست. از یه آقا پرسی شما 500 هزار تا آخون داریم، مال مردم ایران میخوریم، بین شما 313 نفر نیست که این آقا ظهور کنه از تهش ها؟ و میگفت هزار نفر لازم داره، گیر نداره هزار تا آدم خوب. وقتی بیاد دنیا رو به هزار استان تقسیم میکنه، عرض کنم که این جنایتکارا و دروغگوها و نزول خورای قم رو، قم که عرض میکنم نمیذارم قم باشه، یعنی همین مکاتب مذهبی رو میفرستی به حکومتی اینها. بله، یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که هر جای این قضایا رو شما بگیرید میبینید که پر مغلطه و تضاده. نمیشه اگه یه جای شما دیدید که تضاد هست، مطمئن باشید که اون سخن مزخرفه، یا اگر که سخنی بود، عبارتی بود که به هیچ معرفتی راهبر نبود، ما نتوانستیم وجود آن رو در آزمایشگاه ثابت بکنیم، یعنی تحت مشاهده و تجربه در بیاوریم، اون علم نیست، یعنی اون دانایی نیست، یه چیز موهومی است برای خودش. هر جای این قضیه رو شما بگیرید، از سبب که به مهمل برخورد میکنه و بعد میرسد به این که آیا همه اینها رو شما قبول، مسلمان هستید یا نیستید؟ اگر هستید همه اینها رو قبول کنید، اگر بابی هستید که ما نمیدونیم. حالا با یه تیر سه نشون میزنه، دو نشون، یکی که تو رو رد کنه، یکی با بابیا رو بگه تو بابیا، یعنی بابیا کفار هستن. مثلا میگم بپرسید آقا این بهشتی که شما میفرمایید، این جهنم، آیا این مثل همین وضعیت امروز هست؟ یعنی آدم به طور جسمانی است؟ میگه بله. صحبت اصل میکنی و حوری 80 متری و شیر شطور اینها که میکنی، خب این بایستی جسمانی باشه؟ میگه بله. میگه خب این آدرسش کجاست؟ میگن ملعون، قبول کن. یا میگه آقا این منظور معنویست، آقا این بهشت بهشت معنویست. میگن بهشت معنویست بس در اونجا خوردن و با حوری خوابیدن و نمیدونم داستان ها چیست، همش مهمل، داستان فقط مهمله، مهملات. یعنی از شبت که این ادیانی که از قدیم موندن پر مهملات هستن. شما کتب علمای تراز اول رو که نگاه کنید، 700 سال پیش، 800 سال پیش، همش مهمله. یک کتابی از جاوال علوم، این بیچاره خیال میکرده خب دانش روزگار خودش بوده، این امام فخر رازی که از متکلمین بزرگ و عرض میکنم مفسرین هست، یک کتابش جاوال علوم، فیزیک، شیمی، نجوم، هندسه، عرض میکنم که طبیعیات، همه چیز درش هست، این علوم روزگار خودش بوده. وقتی که اینا رو میکنه همش مهمله، یعنی هیچی به درد نمیخوره. امروز این ادیان هم چون از روزگار قدیم هستن و عرض کنم که مربوط شد به دوران صفاحت انسان، همچین که وارد قضایای معرفتی شده است، معرفت واقعی عرض میکنم، مهمل گفتم، یک سر مهمل. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر دنیا دست اینا بود، تا ابد مردم به واسطه، به خاطر یک نمیدونم عفونت کوچک میمردن. مهملات
اما ماشالله عوامل ضد بشریش که قیامته. همین آخوندی که نشسته بود دیشب که داره سرکیسه میکنه اهالی اورنج کانتی رو، این به تعریض بلکه به وضوح میگفت که اهل تسنن اینها کافر کتابی هستن. مثل میگفت مثل این اهل تسنن مثل این چیز میمانند دیگر، مثل این مثل یهودیان و اینها، یعنی اینا کافر هستن، اینا کافر ذمی هستن اهل تسنن. ما دوستداران اهل بیت هستیم که فقط خداوند تعالی ما رو دوست دارد. ضد بشر، داستان همش داستان ضد بشر بودن از کنم یه قضایی است. میخوام خدمت شما این رو بگم که این دو مغلطه خدمت رو معرفی کردم، یکی تشبث به ترس، یکی تشبث به چماق. تشبث به چماق، اساسا چرا شخصی متشبث به چماق میشود؟ آرگومنتوم اد بکوله، این ترم لاتینش بوده، بکولم یعنی چماق. چماق کی میآید به وسط؟ زمانی که استدلال نیست. وقتی شما کسی استدلال شما رو قبول نمیکنه، دست به چماق میبرید. و چماق برای تسلیم و تعبد هست که شما عرض کنم تسلیم چماقدار بشوید. و این دو بنیادی که در کشور ما بنیادهای قدیم بودند، یکی بنیاد استبداد، یکی بنیاد ارتجاع، هر دو متوسل به چماق بودن، به جهتی که سیستماشون عقلی نبوده. یعنی استبداد یک سیستم کاملا ضد عقلی است. هرگز دیدید مستبد بیاد استدلال بکنه که چرا اونجا نشسته؟ امکان نداره. استبداد در اونجا نشسته است با چماق، و عرض می شود که کسی با عقیده او مخالف باشد او رو میگیرن و چماق میزنن، در واقع یعنی اعمال زور میکنن، حالا یا دار میکشن در محلم که عبرت سایرین بشود. چون هر جا که استبداد هست عقل جامعه علیه او حرکت میکنه. این که میگن روشن فکران یعنی کسانی که به لحاظ عقلی به درجه رسیدن که تحمل استبداد رو نمیکنن. بنابراین وقتی که مقاومت هست، این مقاومت رو سعی میکنه سرکوب بکنه. دیدید شق میزدن در روزگار قدیم، یک نصف جسد به این دروازه، نصف جسد به اون دروازه، در ملأ عام سر میبریدن، آخوندها در ملأ عام شلاق میزنن، به دار میکشن که دیگران هم بترسید ببینید سرنوشت کسی که با ما مخالف است این است. بنابراین شما بترسید و از من اطاعت بکنید و عرض کنم بر زمین تسلیم حرکت کنید. حالا چرا؟ به جهتی که میخواد قدرت دستش باشه. چرا میخواد قدرت دستش باشه؟ به جهتی که عرض میکنم که این قدرت اول یک مستی داره و همه آوانتاژ هایی که قدرت با خودش میآوره و ثروت. در واقع موضوع سر قدرت بوده است و ثروت، یعنی حرکت این انبیا، نمیدونم اصحاب کبار، این جنگ ها و خون ریزی هایی که واقعا تاریخ بشر رو ننگین کرده، اینها همش برای دو چیز بوده است، قدرت و ثروت. یعنی اگر به این اصحاب کبار و کسانی که عرض کنم شمشیراشون برداشتن آمدن به مرز ایران، این توندشون بودیم، گفتن آقا شما در راه خدا میروید و کشته میشوید، یک قرون هم گیرتون نمیاد، حق ندارید به زنای مردم دست بزنید، حق ندارید اسبا رو بدوزید، حق ندارید طلا رو، فقط برای خدا یک نفر هم نمیاد. کما اینکه در عرض کنم که مکه مدت 13 سال عمر شریف عرض که حضرت خاتم النبیین صرف شد، هیچ کس به مسلمانی نیامد، خلص صرف میکرد، عقلی هم نبود. آخه آدم ها تو صحرا به طور طبیعی عقلی داره. ای بعد از 13 سال با گریه و زالی و گرفتاری 50-60 نفر، اما ظرف 34 سال در مدینه دیدیم گروه های شمشیرزن چقدر زیاد شدن، میومد این چیزی گیرشون بیاد. بنابراین در زیر سایه استبداد شما با عقل طرف نیستید، با استدلال های عقلی طرف نیستید، با چماق و زور طرف هستید و باید تسلیم بشه.
میترساند، مستبد میترساند، انسان میترسد از اینکه کتک بخوره، میترسه از اینکه آبروش بره، میترسه از اینکه زندان بره، آزادیش از دست بده، زن و بچهش گرسنه بمانند، میترسد از اینکه عرض میکنم که او رو شکنجه بکنن، میترسد از اینکه او رو بکشن. بنابراین از زمین ترس دائم داره حرکت میکنه، همه دارن میترسن. توی کشور ما همیشه مردم ترسیدن از یه عده. و اینقدر که در این 50-60 سال 70 سال گذشته مردم از دولت ترسیدن، هرگز از دولت نترسیدن در روزگار قدیم. خاطر اینکه این ایران، این کشور، این شهرهای ایران کاملا ایزوله بود، کوههای صعب العبور، هر می شود که راههای خطرناک، این نبود که این جاده های صاف و هلیکوپتر و تشکیلات نمیدونم کنترل و از بعد اطلاعاتی و ساواکی و غیره و اینها مردم رو کنترل کنن بترسونن. دهات مستقل بودن برای خودشون. ای سالی یک بار ممکن بود مأمور مالیات پیداش بشه و هرچند که مالیاتی بگیره. بنابراین بر زمینه ترسه. دین هم بر زمینه ترس و تعبد، این داستان استبداد. هیچ موقع استدلال نمی کنه دین. یا قبول بکن یا جات در جهنم است معلوم. آقا به چه دلیل؟ برای که من میگم، من نماینده خدا هستم، برو ثابت کن من نیستم. تو که کافر ذمی هستی، وقتی آمدی مسلمان شدی، این ولد یه طرف است. اگر برگشتی دیگه مرتد شدی، از همون لحظه زن تو عده مرد باید نگه بدارد. یعنی تو مرده‌ای داری را میدی، شخصیت حقوقی دیگه نیستی، مردی، چون قتلت واجبه و میراثت رو در حالی که زنده باستی تقسیم بکنن. قوانین اسلام عزیز دیگه. حالا اینا رو قبول میکنی یا نمیکنی؟ و چون مستدل نبوده مردم قبول نمی کردن. اینه که با زور و ترس، این ترس نگه داشته خیلی ها رو، بیچاره ها رو، از ترس فشار قبر و جهنم. اصلا مکتب خوف چیز وحشتناکیست واقعا. ما دائم میگویم بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوب، یعنی به نام خدا بخشنده مهربان. ولی آیا هیچ کنم از ما به مهر این خدا واقعا معتقدیم؟ همش میترسیم از اون جهنمه و اون عقربه و اژدها و اون شعله‌ها و صدای خر و نمیدونم شلاق و نمیدونم گنداب به تو حلقوم ریختن، از این جور داستانه مزخرف مهمن. از فرمایید موسیقی بشنویم و برگردیم خدمتتون. این موسیقی خدمتتون داشتم از زیرخاکی هاست، در واقع دوستانی که مرحوم بنان در منزل اینها رفته آمد داشته، رفقا بودن، در جلسات خصوصی صدایشون رو ضبط کردن، بعدها اینها رو آوردن و روی سی دی گذاشتن. دوستی گرامی و هنرمند من آقای زلفنون رامین به ایران رفته بود و اینا رو آورده، مرحمت کردن برای من فرستادن برای تو بخشمند. بعضی قطعات خیلی خیلی زیبا هستن، بعضی خود بعضی صدای سرفه هم ممکنه بیاد ولی جالب هستن. اجازه فرمایید بشن. Oh,
فرصت عشق نگرد و بزن جان چه
با درود بر شما هموطنان گرامی، تلویزیون پارس مشغول است به داستان فاندریزینگ. این است که این مطلب رو فراموش لطفا نفرمایید. نمیدونم تعداد کسانی که اونجا کار میکنن و حقوق میگیرن در تلویزیون پارس چند نفر هست، ولی فکر میکنم از 10-12 نفر واسی افزون باشد. و همونطور که عرض کردم، پشتیبانی مدام بسیار بهتر است از پشتیبانی یک بار. و عرض که تلویزیون پارس تا اونجایی که بنده فهمیدم و در این گزارش هایی که دوستان میدن در این جلسات مطرح میشود و اینها مطابق آماری گرفتم، پیشی گرفت از وایس آف امریکا به لحاظ تعداد بینندگان. فکر کنم بسیار مهم هست که تلویزیون پارس باشد و ما هم در خدمت شما باشیم. این داستان ایران بی اندازه اهمیت داره و اتفاقا گرانترین بخش نگه داشته تلویزیون همین ستلایت از هاتبر این آمریکا و کانادا خرج زیادی ندارد تا اونجا که من فهمیدم. موضوع ایران است که بسیار از اینجا باید ترانسمیت بشه روی ستلایت به اروپا، از اروپا به ایران، و مقصود و منظور همین زحمات ایران هست، واقعا داخل ایران، به جهتی که این آخوندها بودجه های چند صد میلیون دلاری گویا دارن برای تبلیغات همین مهملاتی که میگویند و عرض کنم که این داستانی که به راه انداختن. و در مقابل اینها یکی دو تلویزیون خارج کشور با این بدبختی و گرفتاری و بیپولی و اینها واقعا باز تاسفه. یک نواری دارم خدمتتون میخوام پخش کنم. این نوار تاریخی است. یک آخوند پاچه ورمالیده که یک سابقه ای داشته در سختسری و اجازه فرمایید بگیم شجاعت، به نام آخوند روح الله خمینی آمده است به ایران و در بهشت زهرا یک صحبت کرده. این صحبت بهشت زهرا خمینی رو گویی میگن میگیرن، اگه کسی داشته باشد اینو میگیرن، زندان هم میکنن. وقتی صحبت مرد نگاه بکنی، کوچکترین اثری از اسلام شما نمیبینید. ببینید چقدر حیله‌گر بوده و دروغگو. درست صحبتهایی میکند که سیاسیون به مدت عرض کنم 20-30 سال قبل از آن رو نمیتوانستن بگوین. و این مکنونات مبارزین بود، کسانی که قانون میخواستن و غیره و ظالب اینا. و بعد مطالبی گفته که خیلی جالب است. نکته خیلی مهمش این است که میگوید ما بدهکار پدران خودمان نیستیم. اونهایی که آمدند و این سیستم ها رو گذاشتن ولی ما که نبودن، مردم باید خودشان دولتشان را انتخاب کنند. یکی از دلایلی که این نوار قاچاق هست همین بخش این نوار است که آقا حالا در روزگار انقلاب هر کار کردن دیگه آیندگان که بدهکار شما آخوندها نیستن، که شما ریفراندوم کردید ببینید آقای خمینی عرض میکنم که چه میگفت. و واقعا شما که پیروان خط امام هستید و عرض شود که رهنمودهای امام اعظم رو همیشه به کار میبرید، کدام رهنمودهاش؟ مهمترین حرفی که زده بود همین بود که آقا یک، البته این حرف خمینی نیست، این حرف روسو است، ژان ژاک روسو به قول خودمون روسو. در اون کتاب قرارداد اجتماعی میگوید که مردم هر دوره و هر نسلی بایستی حکومت خودشون رو انتخاب بکنه. یه قرارداد اجتماعی است. پدران نمیتوانن حکومت برای فرزندان انتخاب بکنن. خیلی سپاسگزاری میکنم از دوستی که این نوار فرستادن. اجازه فرمایید گوش کنیم ببینیم که این مرد چه گفت و بعد چه کرد، چه ایرادها گرفت و بعد چه کرد. اجازه فرمایید بخشش رو گوش بکنیم، خیلی جالب هست. یک امر باطلی بچه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادن که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لیکن اگر چنان که یک ملتی رأی دادن ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این
به چه حدی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین میکند. سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندوم تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادن، اما رأی مثبت دادن بر آقا محمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها میآیند، در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت ما احمد شاه بود، زمان آقا محمد خان را ادراک نکردند. اون اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه به چه حدی رأی دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این یک ملتی بودند، یک سرنوشتی داشتند و اختیاری داشتند، ولی اون اختیار ماها را نداشت که یک سلطانی را بر ما مسلط کنند. ما فرض میکنیم که این سلطنت پهلوی اول که تأسیس شد، ما فرض میکنیم که به اختیار مردم بود و مجلس و مؤسسان را هم به اختیار مردم تأسیس کردند و این اسباب این میشد که بر فرض اینکه این امر صادق صحیح باشد فقط رضا خان سلطان باشد، اون هم بر اون اشخاصی که در اون زمان بودند. و اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتی که آن بیشترشون بلکه الا بعض قدیری از اونها ادراک و محرم نکردن، چه حقی داشتند ملت در اون زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟ بنابراین سلطنت محمد رضا اولا که چون سلطنت پدرش خاطر خواهد چیز بود، خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تأسیس شده بود مجلس غیر قانونی، پس سلطنت محمد رضا هم غیر قانونی. و اگر چنانچه سلطنت رضا شاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حق اونها داشتن که برای ما سرنوشت معین کنن؟ هر کسی سرنوشت با خودشه. مگر پدرهای ما ولی ما هستن؟ مگر اون اشخاصی که در 100 سال پیش از این، 80 سال پیش از این بودن میتوانن سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنن اونها تعیین بکنن؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این سلطنتی که در اون وقت درست کرده بودند و مجلس مؤسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان میگه که ما نمیخواهیم سلطان را. وقتی که اینها رأی دادن به این که ما سلطنت رضا شاه را، سلطنت محمد رضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمیخواهیم، سرنوشت اینها با خودشون است. این هم یک راه است از برای این که سلطنت او باطل است. حالا میرم سراغ و درود بر شما وطنان گرامی. ملازم فرمایید این سخنرانی معروف آقای خمینی باید باشد در بهشت زهرا. ببینید کوچکترین اشاره به اسلام نیست، به هیچ وقت، کاملا یک سخنرانی سیاسی 100% هست. هیچ اشاره، یعنی اگر یک کسی که نشناسد این مرد رو گوش بکند گمان میکند یک آدم سیاسی داره حرف میزنه و اساسا دین براش مطرح نیست. هیچ اشاره‌ای نیست به حکومت اسلام، هیچ اشاره‌ای نیست به حکومت آخوند،
هیچ اشاره‌ای نیست به احکام شرع، هیچ اشاره‌ای نیست به فقه و تاریخ اسلام و نبی و علی و ولی و این صحبت ها، هیچ نشانی ابدا در کار نیست. و از ابتدا تا انتها که این مرد صحبت کرده و بعد تکه تکه باید اینها رو ما نشان بدهیم و هر شبت که تحلیل بکنیم، کوچکترین اشاره‌ای به اسلام عزیز نیست. اساسا پنداری که این مرد سیاسی داره حرف میزن و استدلال میکرد در ارتباط با مجلس مؤسسان که البته صحبتش ایشون مربوط بود به مجلس پنجم، که در مجلس پنجم هر شبت که رأی گرفتن که احمد شاه هم نبود، که رضا شاه که در اون روزگار نخست وزیر بود پادشاه بشود به طور موقت البته، و چهار نفر هم مخالفت کردن که بارها بهتون گفتن که بودند چه شده اینها، و عده‌ای هم نبودن البته در مجلس. و اینا داره اشاره میکنه به اون و استدلال میکنه که خب گیریم که مجلس مؤسسان در دوره تقنینیه نمیدونم پنجم این کار کرد، ما که بدهکار نیستیم. استدلالش به این وجه، یعنی اونها نمیتوانستن که برای ما دولت تعیین کنن، ما آدمایی که در روزگار نبودیم و دستی در کار عرض کنم انتخاب دولت نداشتیم، امروز مجبور نیستیم اون مقررات رو به عنوان اجاره داره. از کردم این صحبت رو نخستین بار روسو کرده در کتاب قرارداد اجتماعی، حالا از کجا به گوش ایشون رسیده بنده نمیدونم، اما یه استدلال حکیم فرانسوی است که میگوید حکومت یک قرارداد است، قرارداد اجتماعی که میتواند فسخ بشود، یه چیز دائم نیست. و بدترین چیز حرف میشود که همین داستان استبداد حکومت دائم هست. شما تصور بفرمایید که حالا از داستان آقای خمینی بیان بیرون بعد برمیگرده، زبان میفرمی که جورج بوش که واقعا مردم خسته شده بودن و اگر قرار بود که این آقا حکومتش ادامه پیدا کنه به فرض اینکه اینجا استبدادی بود، حتما یه انقلاب میشد. این اواخر کار چیزی به لنگ کفش و پوتین و عرض کنم که داستان محاکمه و اینها. بنابراین روسو تصمیم گرفت که از شبت که این داستان رو بنویسد و مردم رو بیدار بکند که این حکومت یک امری قراردادی است بین مردم و از بین خودشان یک حکومت انتخاب میکنه، همه قرار خواست این قرارداد قابل فسخ یک طرفه از سوی مردم. این آقا داره این حرفا رو میزنه. حالا در کجاست؟ در روزگاری است که آمده بهشت زهرا و اولین سخنرانیش رو میکنه. آقای بختیار هم نخست وزیر هست، شاه هم از مملکت رفته بیرون، داره مردم رو متقاعد میکنه که بتواند اون حکومت رو قطع بکند و صحبتاش همه سیاسی است. هیچ کدوم از صحبتهای این مرد اینجا مذهبی نیست. اون چنان سخن میگفت که گویی هر صحبت که در میان مردم هست و قرار است که یک حکومتی توسط مردم به وجود بیاد. این آقا که اشاره نمیکرد که این مرد بسیار نیرنگ داشت. این همون سخنرانی معروفی است که میگن آقای سرلشکر تو نمیخوای آقا باشی، تو نمیخوای مستقل باشی، میخوای نوکر بمانی. و این صحبت معروفه من تو دهن این دولت میزنم. و در یک جایی هم حالا براتون بعد پخش میکنم تیکه تیکه که میگوید که اینا آمدن قبرستانهای ما رو گسترش داده. این آقا گفت، این همون آقایی است که عرض کنم که وقتی به مدرسه گفت بکشید دشمنان اسلام را، اسلام که صلح نیست، مولای متقیان در یک روز 800 تا یهودی سر برید. و راست میگه البته خمینی، ولی یکی نیست آمار به دست بیاره ببینیم که این آقا که به این وقت صحبت میکرد چه تعداد آدم کشته. از بدید یک کم دیگه شو گوش کنیم بد نیست. این از شبه که رژیم سلطنت ایران نمیخواهیم، سرنوشت اینها با خودشون است، این هم یک راه است از برای این که سلطنت او باطل است. حالا میان سراغ دولت هایی که ناشی شده از سلطنت محمد رضا و مجلس هایی که ما داریم در تمام طول مشروطیت الا بعض از زمانها، اون هم نسبت به بعض از وکلا، مردم دخالت نداشتن در تعیین وکلا. شما الان اطلاع دارید که در این مجلسی که حالا هست، چه مجلس شورا و چه مجلس سنا، و شما ملت ایران هستید،
شما ملتی عزیز که در تهران سکنا دارید، من از شما مردم تهران سوال میکنم که آیا این وکلایی که در مجلس هستن، که در مجلس سنا و که در مجلس شورا، شما اطلاع داشتید که اینا را خودتون تعیین کنید؟ اکثر این مردم میشناسن این افرادی را که به عنوان مجلس و به عنوان وکیل مجلس سنا یا مجلس شورا در مجلس هستند، یا این هم با زور تعیین شده بدون اطلاع مردم؟ مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلس غیر قانونی است. بنابراین این هایی که در مجلس نشستند و مال ملت را گرفتند به عنوان این که حقوق هر فرسونی که وکیلی اینقدر است، این حقوق را حق نداشتند بگیرند و ضامن هستند. اونهایی هم که در مجلس سنا هستند، اونها هم حق نداشتند و ضامن هستند. و اما دولتی که ناشی میشد از یک شاهی که خودش و پدرش غیر قانونی است، خودش علاوه بر او غیر قانونی است، وکلایی که تعیین کرده است غیر قانونی است، مجلس دولتی که از همچه مجلسی و همچه سلطانی انشاء بشد، این برمیگردیم سر مطلبی خدمت شما میگفتم. ببینید خمینی داره استدلال میکنه، در جایی دست گذاشته که جواب نداره، میگوید که این وکلایی که بودن آیا شما اینا رو میشناسید؟ اگه میگوید من دست این وکیل میگیرم ببینید مردم اینا رو میشناسن، در جایی دست گذاشته که واقعا جواب نداره. حالا چرا داره به این خوبی استدلال میکنه در این بخش از حرفاش؟ به جهت اینه که عرض کنم قدرت در دستش نیست، میخواد به دست بیاره، داره با استدلال. و مردم گوش میکردن میدیدن شرایط اون روز رو باید در نظر گرفت، موضوع مجلس و انتخابات اینا رو که ما میدونیم به چه وجهی بود. این است که این آقا داره استدلال میکنه. چرا داره استدلال میکنه؟ چون قدرت در دستش نیست و واقعا فکر نمیکنه که به این زودی سیستم از هم پاشیده بشود و این مرد قدرت مطلق ایران بشود. بنابراین داره زحمت میکشه و داره استدلال میکنه. اما زمانی که به قدرت رسید دیگه استدلال نمیکرد. این عرض کن آرگومنتوم اد به کولم که خدمتون عرض کردم یک نمونه مهم بشه که مستبد با چماق عمل میکنه و زور. به محض اینکه عرض کنم سیستم سقوط کرد، چون ارتش سقوط نکرده بود، بختیارم بر سر کار بود، طرفدارانی هم داشت و دیگه هم مخالف بودن البته با این آقا. و جالب اینجاست که وقتی آقا حرف زد براش کف زدن، صلواتی نبود، یه کسی اون وسط سر یه چند نفری صلوات گفتن، کف میزدن براش. درست میشه که یه سیاستمداری اومده داره صحبت میکنه، فضا باز شده، حرفایی که هیچ کس نتوانسته بزنه آقا داره میزنه، براش کف میزدن. رنگ اسلام نداشت. و بعد رفته رفته که ما پیش رفتیم، باز نوارهای هست، فیلم های هست، اون آقای بهشتی که عرض کنم که اون مرد دیگه چی تو بگم، این پدر همه شیطان ها بود، آقای آیت الله بهشتی، میاد استدلال میکنه که این مجلس مؤسسان رو کسانی بایستی که متخصص علوم اسلامی باشند، هر کسی که نمیتواند بایستی در امور اسلامی صاحب نظر باشند، یعنی آخوند دیگه. اونجا کارشون محکم شده بود، آقای خمینی هم به قدرت رسیده بود و سیستم هم سقوط کرده بود. بنابراین از سبت که باز برمیگردیم به ابتدای سخن و اون این که دولت وقتی مسئول هست دائم استدلال میکنه با مردم، جوابگوی مردم هست. به این دلیل من این کاری کردم، مردم گناه این رو به عهده میگیرم، گناه اون کار رو من به عهده میگیرم، مسئولیت این کار رو من میپذیرم. باعثی استدلال بکنه و مردم استدلال رو بشنون، قبول میکنه یا نمیکنه. مستبر یک دیوار پولادینی از نگهبانان و سرنیزه و اطرافش هست، از اون بالا دستور میده، اصلا براش اهمیت نداره. همون سیستم گاوداری که خدمتون عرض کردم، عرض کنم که هست. این گاوداری کره شمالی دیروز موشک هوا کرد، موشکش منفجر شد. بهش میگن دیر لیدر، یعنی رهبر عزیز. رهبر عزیز رفت اونجا و موشکش هوا کرد، موشک سه مرحله‌ای بود، منفجر شد، خراب شد، افتاد. از دیروز تا حالا عرض بود که خبرگزار میگن در داخل کره
تبریک و تهنیت هست که موشکمون رفت، نمیدونم چه کرد، ساتلایت رو برد گذاشت در فلوریدا، گزارش نمیکنم به مردم که آقا این ترکه، چون مجبور نیستن توضیح بدن. سیستم گاوداری است. اجازه فرمایید دنبال آواز برنامه رو بشنویم، برمیگردیم و با دوست گرامی آقای حسین فرجی صحبت میکنیم، چون حال هوای تلویزیون حال هوای اضطراری است در باب قطع از کنم برنامه های ستلایت و اینها. برمیگرد خدمت رو.
درود بر شما استاد مشیری گرامی عزیز. بسیار خوشحالم که تو برنامه شما هستم. من میدونید که امروز اصلا برنامه نداشتم و وقتی که شما به من فرمودید که بیام تو این برنامه شما و به اتفاق هم دیگه در این جریان جمع کردن آبونه های همیهنان گرامی و کمک هاشون به تلویزیون پارس، با کمال خوشحالی در برنامه شما شرکت کردم و برای خودم اینو افتخاری میدونم که در برنامه استاد مشیری که بسیار برای من احترام آمیزه شرکت کنم. قربونتون برم آقای فرجی، مرحمت میکنین، خیلی خیلی لطف کردین، بزرگواری کردین. در حقیقت افتخار بنده است که با شما باشم، چند دقیقه با هم صحبت کنیم. آقای فرجی، شما در هستید در تلویزیون رو رفت آمد میکنید، بنده دور هستم، مثل اینکه اوضاع مالی بد شده، خراب شده، چه خبر است اونجا؟ ببینید آقای مشیری عزیز، من دیروز خودم چون به دلیل ناراحتی دندان و اینا که شما وارد هستید یه مقداری مشکلات بیماری که داشتم نتوانستم برم، ولی این پارک بلبوا درست نزدیک منزل ماست. بله. و من شاهد بودم بین 50 تا 70 هزار نفر با کمال میل رفتن اونجا، نفری 15 دلار هم پول دادن و رفتن توی این جشن شرکت کردن و غذای سبا خریدن و تنقلات. کار بسیار قشنگی بود، یعنی من اصلا ایرادی روی این مسئله ندارم. اما یه موضوع عمده تر هست و اون این استش که ما باید یه میهنی داشته باشیم، ما باید یه کشوری داشته باشیم تا بتونیم این سنن و این مراسم رو برگزار بکنیم، حالا چه تو اون میهنمون و چه اینجا. ما با یه دشمن قداری روبرو هستیم که شما به درستی یعنی من اینو آقای مشیری گرامی، نه به خاطر این بگم که شما خوشتون بیاد یا فکر کنید، من پریروز بهتون پای تلفن گفتم من پیش یک دوستی بودم که دینش هم دین اسلام نبود و این آدم به من گفت آقا این آقای مشیری با این حرفایی که زد ماها رو با دینهای خودمون آشنا کرد، یعنی ما هم رفتیم دنبال این که خرافات ادیان ماها چی هست. حالا من کاری به این مسئله ندارم، ولی من اینو میخوام بگم، من میخوام بگم آقای مشیری عزیز، مملکت ما الان یک گرفتاری عظیم پیدا کرده که در تاریخش واقعا بی‌نظیر، همونطور که شما بارها اشاره کردید. مردم از نظر فرهنگی مقدار زیادی، نه همه مردم، ولی خب جمعیت بزرگ و عظیمی در فقر فرهنگی هستن. هنوز خرافات در اون کشور پابرجاست. هنوز مردم 3 میلیون جمع میشن، میرن جمعکران، کاغذ میندازن برای امام زمان، بعضی وقتا برای اینکه سریعتر پاسخ بگیرن اکسپرس نامه میدن. سریع نامه میدن. خب در یک همچین شرایطی خود تلویزیون ها و بوغ های جمهوری اسلامی که همش در این خرافات میدمه. یه طرف قضیه دیگه هم که یه سری تلویزیون های هستن که اینا ساز و ضرب و در تهران هم شماره دارن و در دبی هم دارن و در جای دیگه. اصلا خب من اصلا به اونا کاری ندارم، میگم اونا اصلا به این مسائل کاری ندارن، براشون الان یه بیزینسی هست که میخوان استفاده کنن. یه عده زیادی اینجا هستن که به ما میگن ما آگهی به تلویزیون های سیاسی نمیدی، در حالی که تو لس آنجلس هم. خب اینا هم عقیده شون. ولی اکثریت عظیمی که میدونن این تلویزیون از ابتدایی که به وجود اومده تا به حال برای روشنگری در برنامه های متفاوتش، بله شما همجده. به درستی آقای مشیری عزیز در ابتدای برنامه تون اشاره کردید، گفتیم بله اینجا سلایق مختلف هست و باید هم باشه، چون بله. تا این سلایق نباشه اون حقیقت ها رو نمیاد. درود بر شما، دقیقا شما... منظور من همینه. بله، شما نظرتونو میگین، من نظرمو میگم، دوستان دیگه‌مون نظرشونو میگن و چه محیط خوبی به وجود اومده. حالا این مردم هستن که باید قضاوت کنن بین حرفای ما که کدوم حقیقت داره. ولی در یک مجموعه ای ما داریم کار میکنیم، این مجموعه احتیاج داره به این که پابرجا باشه، چون ما نه از جمهوری اسلامی پول میگیریم، نه یک دولت خارجی به ما کمک میکنه و عده بیشماری که شما میدونین، من میدونم، آقای شجره میدونه، همه ما میدونیم،
عده بیشماری به این تلویزیون توجه دارن. بنابراین این تلویزیون باید از طرف اینا ساپورت بشه، باید از طرف اینا کمک بشه. تا از طرف اینا کمک نشه این تلویزیون میخوابه. و اگر اینجا یه روز بلند شین شما پیچشو باز کنید ببینید بهرام مشیری نیست، نمیدونم علیرضا معبودی نیست، حسین فرجی نیست، هر کس با عقاید خودش، واقعا ناراحت کننده نیست؟ یک صدای واقعی که میتونه اقسام صداها رو توش داشته باشه و روشنگری بکنه برای مردم در هر زمینه، این خاموش باشه واقعا حیف نیست؟ واقعا ناراحت کننده نیست؟ من اینو میخوام بگم. بله همینجوره، همینجوره. خیلی ممنونم آقای فرجی. حالا اشاره فرمودید به این داستان، اجازه بدید منم خدمت هموطن عرض کنم که با اومدن آقای فرجی در تلویزیون پارس، اون جای خالی که بود از دیدگاه تحلیل سیاسی قوی و جنبه های مربوط به عرض کنم که آزادی و این مبارزات ملی، اینها جاش پر شد. من خیلی خوشحال هستم که شما اینجا تشریف دارید آقای فرجی، و هر موقع که باشم برنامه‌تون رو نگاه میکنم و از دوستان بسیار میشنوم از داخل و خارج که بسیار علاقه‌مند هستن به صحبت‌های شما. این مطلبی که عرض کردم این حقیقته، نه اینکه ما بخوایم حالا اینجا هر سبت که فضا سازی بکنیم برای اینکه حالا آقای فرج، آقای ببخشید آقای شجره نمیدونم کمک بش میشه، اما همین که اختلاف عقاید هست اینا حقایق رو روشن‌تر میکنه. یعنی در واقع اگه بنده امروز به شما بگویم که آقا این زمین مثل بشقاب هست، این کرویتش در ذهن شما نیرومندتر میشه. بایستی گفته بشه بعد این قضایا، و همونطور که آقای فرجی هم اشاره کردن، بهتر است که این تظاهر و عقاید باشد. جامعه گیج نیست، در واقع این خرد جمعی که هست، این خرد نفتی که هست، قضاوت خودش رو میکنه. و بسیار درست اشاره کردین آقای فرجی. کمک ها تا به حال چگونه بوده آقای فرجی به نظر شما؟ والا اینجا من بعد از این خانم ماریا دوستان بپرسم. خوب تلفن میکنن؟ تا اندازه ای بله خوبه، تا اندازه. ولی آقای آقای جونم مشیری عزیز، ببینید مسئله ما اینجاست. من نه من این کارو بلدم نه شما که بیان بشینیم بگیم آقا زنگ بزنی زنگ بزنی زنگ بزنی. نه، من معتقدم که این کار یک کار وجدانیه و بارها هم بهش اشاره کردم. من وقتی که میبینم شما، من آقای سامان صدای آقای مشیری خیلی کم دارم، یه خود اگه ممکنه صدا. من وقتی که آقای مشیری میبینم از اقصانقات دنیا برای من ایمیل میاد که بعض وقتا حیرت میکنم باور کنم. مغولستان من ایمیل گرفتم و میدونم که شما چندین برابر میگیرید و همه اینا با شوق علاقه می نویسن که آقای فرجی ما دلمون میخواد تو این راهی که شما تو این تلویزیون داری انجام میدین هر کاری از دستمون برمیاد بکنید. و من واقعا وجدانن دارم میگم آقای مشیری، شما میدونید من خودم از نظر نمیدونم مشکلات که دارم چقدر مشکل دارم، ولی یه مسئله ای رو میدونم و اون این هستش که تا این تلویزیون نباشه، تا این صداهای واقعی پخش نشه، تو این آدمایی که تفکرات گوناگون دارن این تفکرات رو به عرصه نیارن، برای مردم روشن نکنن، ما در بسیاری از زمینه‌ها هنوز ناآگاهی داریم. و این تلویزیون داره این نقش رو بازی میکنه و داره این کار رو انجام میده. چقدر بهتره که این تلویزیون تقویت بشه. و هیچ جای دنیا در ضمن آقای مشیری عزیز بگم، هیچ کس تلویزیون رو مجانن گوش نمیکنه. من در آلمان بودم، شما برای گوش کردن تلویزیون بایستی ماهیانه پول بدید، برای گوش کردن رادیو باید ماهیانه پول بدید و این کارو میکنن. اگر هم ندید جریمه های سنگینی تو میکنن. حالا ما نه این وسایل داریم نه دلمون میخواد این کارو بکنیم. و این یه آدمی هست اینجا به اسم رضا از عوامل جمهوری اسلامیه، این زنگ میزنه تمام مدت این بچهای ما رو، من و دوستان ما رو ناراحت میکنه. این پریروز به من زنگ زده که آقای فرجی با اون لحن لوس بیمانیش که گدایی میکنی. گفتم مردک، من افتخار من و این همکارانم اینه که گدایی میکنیم، از مردم کمک میگیریم. تو گدایی که میری میشینی از اونجا مرتب به ما فحش میدی و سر ماه میری حقوق تو از اون جمهوری ننگین اسلامیتون میگیری. و آقای مشیری من بسیار خوشحالم
در تلویزیونی حرف میزنم، کار میکنم، که البته روی محبت شما هم بود در درجه، که آدمی مثل مشیری صحبت میکنه توش، مثل دوستان دیگه هم، حالا با عقاید مختلف کاری ندارم، ولی در این تلویزیون حداقل اینقدر دوستان ما به همدیگه و عقاید همدیگه احترام میذارن که یک جایی هست که ما بتونیم توش تمرین دموکراسی بکنیم. برای من بسیار با ارزش آقای. بله همین جوره. عرض میکنم خدمتتون که اینکه فرمود اطراف اکناف دنیا، بنده نمیدانستم که در لیبی تعداد زیادی ایرانیان هستن که هر شبت که با کمپانی آمریکایی کار میکنن، چون مناسبات خوب شده است، در لیبی کار میکنن. یکی از این دوستان به ما پیغام میگه آقا ما 15 نفر ایرانی هستیم، به بعضی برنامه شما هست گوش میکنیم و خوب متوجه میشیم شما چی میگید در بابه که عرض کنم مطالب مربوط به اسلام و همون حال و هوای قدیم اونجا که شباهت دارد به هوا در تمام دنیا. هموطنان هستن خوشبختانه، از مالزی دوستی داریم که مرتب زنگ میزنن، در هندوستان بچه های ایران هستن که اونجا تحصیل میکنن و جاهای دیگه، و بسیار توجه شده آمریکای جنوبی، و این به واسطه همین عرض کنم که برد هاتبرد هست، و هر شبت که برنامه های تلویزیون که هموطنان توجه میکنن و این بسیار بسیار مهم هست، این یک ابزار بسیار نیرومندی است در اختیار ما که بایستمون رو آقای فرجی نگهداری کنیم. من عزیز اطمینان دارم در این شرایط این چند روزی که قراره ما راجع به آبونه ها صحبت بکنیم و راجع به همیاری، چون واقعا همونطور که شما به درستی اشاره کردی در این شرایط مهندس شجره اولا سنگ صبور همه ما هاست، میدونی که شما صحبتی میکنی یه عده مخالفن به شجره فحش میدن، من صحبتی میکنم مخالف نظر اوناست به شجره فحش میدن، همکارای دیگه همون نمیدونم صحبت میکنن به شجره در حقیقت واقعا هر کس جای مهندس امیر شجره بود اینجا بریده بود. اینا همه یه طرف قضیه آقای مشیری، طرف دیگه قضیه مسائل مالیه. من بعضی وقتا میبینم این آقای شجره با من داره حرف میزنه اصلا توجه نداره به حرفای من، حرفایی که میزنه، بعد احساس میکنم که این الان باید بره اونجا اینقدر پول بده، اینقدر واقعا این خارج از ظرفیت یه انسانه و من نمیخوام، میدونی نمیخوام هی این مسئله رو دراماتیزش بکنم، نه، این وظیفه همکار هم بیننده های ماست، این وظیفه مردم ایران. درست مبارزه طول کشیده، درست زمان جمهوری اسلامی به طول کشیده، ولی ما یادمون نره به همین نسبت هم سبوییت این رژیم و نابودی همه افتخارات و هویت ما روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین این که خب آقا 30 سال رژیم طول کشیده، هر کی آورده اینا رو میبره، همین حرفایی که میزنن دیگه، بریم کنار بشینیم، به ما چه اصلا چیکار به ما چیکار داریم، آمریکا میاد نمیدونم با اینا داره میسازه، از این حرفایی که میزنه. دوستان اینجوری نیست، هر مردمی سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین کردن. شما مطمئن باشین اگه سیاستای خارجی میتونست سرنوشت ساز باشه، این بغل گوش اینا کوبا رو تا حالا 2000 بار عوض کرده بودن. بله درود بر شما. بله درصد آیه مشیری من میبخشید در خدمت شما. نه عزیزم قربانتون برم، خیلی لطف میکنید. این مطلبی که فرمودین کاملا درست هست. یک نمیدونم از کجا آمد این اندیشه دخالت خارجی و این توهمات شگفت انگیز که همه چیز دست خارجی هست. همین مطلبی که اشاره کردین خیلی جالبه که در کوبا که 90 مایل بیشتر تا آمریکا فاصله ندارد، یک کشور کمونیستی هست و اینها بسیار کوشیدن که کاری هم انجام بدن و نشد. این است که این اندیشه بسیار اندیشه بیمارگونه است که ما تصور کنیم که ما به صورت آدمک ها هستیم و یک رشته هست و یک کسی میکشد و ما رو میرخصاند. این بسیار بسیار اندیشه بیماری است آقای فرجی. متاسفانه بعضی هموطنان در آمریکا هم هستن، این عرض کنم که معتقدان به این داستان ها در آمریکا هم هستن. همین موضوع 9/11 که شد، گروهی گفتن این آمریکایی‌ها خودشون کردن، دلایل هم می‌آوردن. اینا خطاست. در واقع یک ملت بزرگی مثل مردم ایران بعد از 5-6 هزار سال تاریخ و این همه سابقه در کار دولت و سیاست، اون میزان توانایی رو دارد که بتواند
عرض شود که این حکومت را هم عوض بکند و ایران تنها کشوری است در این قرن گذشته دو بار انقلاب کرده. اینطور نیست آقای فرجی؟ کاملا کاملا آقای مشیری، دو بار حکومت ها رو در واقع ساقط بکند. بنابراین این توان در مردم ما هست که بتوانی کار انجام بدن. پیروه مطلبی که گفتید خواستم این نکته رو گفته باشن. بفرمایید آقای فرجی، مطلبی هست بفرمایید. آقای مشیری عزیز، من به این موضوع میخوام اشاره بکنم. شما ببینید در عرض چند سال گذشته بسیاری از روش‌هایی که جمهوری اسلامی روش‌های ددمنشانه رو که در مورد زنان، کارگران، دانشجویان ما یا اقشار مختلف مملکت ما به کار برده، همین تلویزیون پارس، همین تلویزیونی که الان من و شما توش صحبت می‌کنیم، به مقدار زیادی توانست افشاگری بکنه و این افشاگری‌ها تأثیرگذار بود. آقای مشیری باور کنید اون روزی که من آمدم اینجا و با کمال سوختگی قلب راجع به کی صحبت کردم؟ امید رضا میرسیافی، و اش ریختم، چون این بچه هر روز به من تلفنی تماس میگرفت. باور کنید هزاران نفر اگه قلوف نکرده باشم که بعداً برای من تماس گرفتن، چه با ایمیل، اینا نشستن زار زدن و کاری کردن که در یک چیز، یک حرکت عظیم در داخل ایران در محکومیت رژیم، نمیخوام بگم تنها تلویزیون ما، ولی میتونم سهم عمده رو به این تلویزیون بدم. یا در مورد مسائل مربوط به دستگیری ها یا مسائل مربوط به خرافات که شما به درستی اولین پایه‌گذارش بودید، بدون اینکه فحاشی بکنید به روی منطق، سند و مدرک. و خودتون میدونید آقای مشیری که هزاران هزار نفر طرفدار داره این بحثای شما و اینا نتایج درخشان داشته، این همش از این تلویزیون حاصل شده. بنابراین به این تلویزیون باید کمک بشه دیگه. بله بله، این هست که پیرو فرمایشات دوست گرامی و دانای ما آقای فرجی، بنده عرض میکنم که پشتیبانی تلویزیون بسیار اهمیت داره. بنده مطمئن هستم اگر امیر شجره مجبور نبود فان ریزینگ نمیکرد. و بهشون هم گفتم آقای شجره، نه بنده بلدم این کارا رو، نه آقای فرجی تا اونجایی که بنده میدونم، این کار فان ریزینگ، فان ریزرهای حرفه‌ای طلب میکنه، کسانی که کارشان این هست در محیط آمریکایی، کسانی هستن کارشون این هست، موتیویت میکنن مردم رو، تشویق میکنن و کارهایی میکنن که فان. ولی این امکان هم که نیست، این است که ما مجبور هستیم با این زبان الکن بنشینیم اینجا و از شاید که طرح ماجرا کنیم و نقد حال. امیدوارم که هموطنان شنیده باشن صحبت‌های مؤثر شما رو آقای فرجی گرامی و تلفن‌ها رو به صدا در بیاورن و کمک بکنن. و باز مطمئن هستم که در آینده هم اگر امیر شجره نیازی نداشته باشه این کارها رو نخواهد کرد، کما اینکه در این دو سه سال گذشته فکر کنم دفعه اون باسی باشه. آقای فرجی شما تشریف نداشتید دفعه اولش، مندم نبودم. اون مربوط هست به روزگاری که قرار بود که تلویزیون پاس به روی هاتون، این آقای شجره برای من تعریف کرده، ایشون گفتن من زنگ زدم از اروپا با دوستان صحبت کردم که ما این مبلغ لازم داریم، دوستان گفتن که نکنیم نمیدهن. گفتم که ایشون گفت که من گفتم خب من آبرومو گرو میذارم ببینیم چی میشه، و من آمدم و مردم دادن. و دفعه قبلش هم که دو سه ماه پیش بود و دوباره ماجرا پیش آمد، امیدواریم پیش نیاد و هموطنان به طور دائم کمک بکنن که آنتن قطع نشه. شما همی دارید بفرمایید آقای فرجی گرامی. آقای مشیری گرامی، من زیاد صحبتی ندارم، فقط اینطوری که صداها رو میشنوم امیدوار کننده است از تلفن ها. و یه صحبتی دیگه هم که من میخواستم بکنم اینه که بعضی از دوستان ما میگن که ما از ایران اگر کسی بخواد کمک بکنه این کمک ها رو نمیپذیری. من یکی از دوستام از ایران صحبت میکرد با من، میگو آقا ما عده زیادی در ایران داریم که اینا میتونن کمک بکنن، به خصوص به این برنامه های شما. به من میگفت که برنامه آقای مشیری شما فران، گفتم که محبت داریم، میگفتش که ما میتونیم، عواملی داریم، آشناهایی داریم در خارج از کشور که اینا به شما کمک بکنن. بنابراین اینطوری مجزا نکنید ما رو، چون ما هم در این جریان باید سهم بشوش. اما به طور کلی آقای مشیری گرامی عزیز، من اعتقادم اینه که واقعا و مطمئنم که در این مدتی که آقای شجره این قرار رو گذاشته و قراری که همیهنان ما تلفن بکنن، همیاری بکنن و حق آبونه بدن، هستن کسانی که ما احتیاج به یه عده واقعا ثابتی داریم که در ماه قرار بذارن $100، $200، $50
ولی این کارو بکنن، به شکل آبونه بدن، دیگه احتیاج نیست که واقعا هی مرتب و بگن با قول آقای شجره بگن بین 6 ماه تا 1 سال ما این آبونه رو میپردازیم تا اینا بتونن روی این مسائل حساب بکنن. و اگر اینطوری باشه دیگه ما مشکل نداریم هی بیان بگیم آقا این کمک، این وظیفه هر ایرانی است که اگر تشخیص میده یک تلویزیون میتونه نظرات او رو پخش بکنه، حرفایی رو بزنه که درست برای او جالب هست و میتونه رژیم رو در خطر قرار بده، آره به هر نحوی، چه از نظر بله. از بین بردن خرافات، چون اینا رو خرافات زندگی میکنن، شما که بهتر از همه بله. دیگه آقای مشیری بله. و چه از نظر اینکه اونا خیال کنن هر جنایتی میکنن اونجا سرپوش گذاشته میشه و هیچ جا منعکس نمیشه. اگر یه تلویزیونی هست که روی این مسائل اشاره میکنه و اینها رو توی تمام جهان منتشر میکنه، پس بنابراین وظیفه اخلاقی و وجدانیشونه که به این تلویزیون کمک بکنه. بنده عرضی دیگه ندارم، در خدمت بود. بعد شما آقای فرجی گرامی خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردین، زحمت کشیدین، امیدوارم که باز هم در برنامه سرزمین جاوی تشریف بیاریم با تو صحبت کنیم در باره مسائل ایران، تحلیل های جانانه و صمیمانه که شما میکنید بسیار طرفدار پیدا کرده. آقای فرج خیلی از شما ممنونم. سامان جا فکر میکنم وقت ما تمام شده نه؟ بله ولی گفتن ابن نداره. سپاس از سامان عزیزم، با سپاس از دوست گرامی بزرگوارم آقای حسین فرجی، هموطنان گرامی، باز عرض کنم این سخن پیشین رو بنده تکرار میکنم که اگر آقای شجر احتیاج نداشت حتما این برنامه رو به این وجه نمی آورد امروز به تلویزیون و گرفتاریاش رو برای بنده توضیح داده، حتما خودشون توضیح دادن. بسیار ممنونم از هموطنانی که پشتیبانی میکنند. آقای فرجی سپاسگزارم، شما هم دیگه ندارید؟ من فردا خودم هم برنامه دارم، ان شاء الله سعی میکنم در برنامه فردا شما رو مهمون کنم. خواهش بوده در خدمتون هستم. بسیار سپاسگزارم از شما هموطنان بزرگوار. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد. خدا نگهدار.